اعتراض دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به طرح تفکیک جنسیتی، تجمع اعتراضی کارکنان شرکت پست تهران، اعتراض مردم کن تهران به قطعی گاز، درگیری مردم دولتی بوشهر با ماموران انتظامی، اعتراض مردم بندرعباس برای دومین روز متوالی، تجمع اعتراضی نمایندگان کشاورزان اصفهان، حرکت اعتراضی مردم سنندج، اعتراض خانواده‌های کشته شدگان سانحه اتوبوس قم تهران، تجمع اعتراضی کارگران شهرداری شیراز، اعتراض بازنشستگان در اسلام آباد غرب، گوشمالی یک زن پاسدار توسط جوانان در سمنان، انتقال 5 زندانی سیاسی محکوم به اعدام از زندان گوهردشت کرج و حکم قطعی اعدام یک نوجوان در ارومیه. دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به اجرای طرح ارتجاعی تفکیک جنسیتی در انجمن علمی این دانشگاه اعتراض و آن را تعطیل کردند. گروهی از مردم کن تهران روز چهارشنبه 17 مهر ماه در مقابل شرکت گاز تجمع کردند و به قطعی گاز و خراب بودن کنتورها اعتراض کردند. روز چهارشنبه 17 مهر کارگران و کارمندان شرکت پست تهران همزمان با روز جهانی پست در مقابل ساختمان اصلی منطقه 14 پست تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها به افزایش ساعت کار بدون دریافت اضافه کاری اعتراض کردند. 500 تن از نمایندگان کشاورزان اصفهان در روستای خویا در محلی به نام امامزاده عبدالله تجمع کردند و به خودداری رژیم آخوندی از پرداخت خسارت به کشاورزان اعتراض کردند. در این تجمع بسیاری از کشاورزان منطقه خراسان و روستاهای شرق اصفهان حضور داشتند. مردم بندرعباس روز چهارشنبه برای دومین روز متوالی در مقابل استانداری رژیم تجمع کردند و به جداسازی شهرستان پارسیان از استان هرمزگان اعتراض کردند. شماری از خانواده‌های کشته شدگان سانحه اتوبوس قم تهران در مقابل اداره راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ تجمع کردند و خشم خود را از بی‌اعتنایی رژیم آخوندی به جان مردم به دلیل ایمن نبودن جاده‌ها ابراز کردند. آنها خواستار شناسایی و مجازات عاملان این حادثه شدند. جمعی از مردم سنندج روز چهارشنبه 17 مهر ماه در پارک آیتی سنندج تجمع اعتراضی برگزار کردند. این تجمع در روز جهانی کودک برگزار شد و تجمع کنندگان قوانین ارتجاعی و وحشیانه رژیم آخوندی علیه کودکان را مورد اعتراض قرار دادند. کارگران زحمتکش شهرداری شیراز روز سه‌شنبه در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده در مقابل استانداری رژیم تجمع کردند. شماری از بازنشستگان در اسلام آباد غرب روز چهارشنبه 17 مهر در مقابل فرمانداری رژیم در این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند. جمعی از مردم دولکی در استان بوشهر در اعتراض به اخاذی رژیم آخوندی و جریمه غیرقانونی خودروها با ماموران انتظامی درگیر شدند و یک مامور را به سختی گوشمالی دادند و او را راهی بیمارستان کردند. جمعی از جوانان سمنان یک زن پاسدار گشن موسوم به امر به معروف را گوشمالی دادند. بنا به گزارش‌های دریافتی روز سه‌شنبه 16 مهر این مزدور قصد داشت دو زن جوان را به بهانه آخوندساخته بدحجابی دستگیر کند، اما با مقاومت آنها روبرو شد و جوانان حاضر در صحنه به کمک این زنان آمدند و این پاسدار زن را گوشمالی دادند. دشمنان رژیم آخوندی روز چهارشنبه 5 تن از زندانیان سیاسی اهل سنت محکوم به اعدام را از زندان گوهردشت کرج به نقطه نامعلومی منتقل کردند. اسامی این 5 زندانی عبارتند از شهرام احمدی، کاوه شریفی، آرش شریفی، طالب مالکی و بهروز شاهنظری. بنا به گزارش‌های منتشر شده این 5 زندانی قبل از انتقال به همبندیان خود گفتند اگر تا پنجشنبه 18 مهر ماه به بند خود باز نگردند دست به اعتصاب قضا خواهند زد. حکم اعدام یک جوان که در سن 16 سالگی در ارومیه دستگیر شده بود توسط رژیم آخوندی قطعی شد. وی هنگام ارتکاب جرم انتصابی در سال 88 15 سال سن داشته است. بهاءالدین قاسمزاده زندانی محبوس در زندان مرکزی ارومیه تا
که متولد 1371 است، اواخر سال 1387 و زمانی که 16 ساله بود بازداشت شد.